قطعاً گذشت زمان حاصل نوشته های تاریخ خواهد شد. زمان می گذرد و به صفحات تاریخ اضافه می شه. قریب 40 سال هست که ما در غربت هستیم. 40 سال با کمی و کاستی ها، با رنج ها، با مقاومت ها، با پیروزی ها و همه و همه توانست یک تاریخچه باشه از ما غربت نشینی ها در غربت. اتفاقات بسیاری در طول این 40 سال روی داد و یکی از اتفاقات بسیار مهم کشته شدن یک هنرمند بود. هنرمندی که توانایی خودش رو در مقام یک هنرمند به اثبات رسوند قبل از انقلاب و بعد از انقلاب هم با کوله باری از بسیاری از پستی ها و بلندی ها و ناراحتی ها به غربت تن داد. اما در طول چند سالی که در غربت بود مسائل بسیاری به وجود آمد و سرانجام به دست مزدوران جمهوری اسلامی به قتل رسید. این شخصیت فریدون فرخزاد است. فریدون فرخزاد برای نسل گذشته و نسل امروز چهره و نام بسیار پرآوازه است. او را میشناسند، با هنر او آشنایی کامل دارند و امروز به مناسبت چندمین سال کشته شدن او و یا به عبارتی درگذشت او برنامه ویژه‌ای را برای شما تدارک دیده ایم. اما این برنامه با چه شخصیتی، با چه ژورنالیستی، با چه کسی که بسیاری از صفحات تاریخ را مرور کرده و خود او هم در صفحات تاریخ غربت نشینی ما بسیار نقش داشته، میتواند یک برنامه باشه برای یادی از یک هنرمند و برنامه باشه برای آگاهی بیشتر از واقعیت‌هایی که امروز میتوان و میتوان دربارش صحبت کرد. بله، گفتگو با هما سرشار، تحلیلگر، مفسر، ژورنالیست و یک بانو، از همه مهمتر شخصیتی که در تاریخ غربت نشینی ما توانست نقش بسزایی در مقام خودش داشته باشه. خانم سرشار، درود بر شما. درود بر شما آقای رفیع و سپاسگزارم از دعوت پرمهرتون و خوشحالم که در خدمت شما و بینندگان عزیزتون هستم. سپاسگزار از شما. این افتخار رو دارم من و تلویزیون امید ایران که گه و بیگاه یا به عبارتی مانتلی، ماهانه گفتگوی با شما داشته باشیم. اما خوشحالم که این بار درباره شخصیتی به گفتگو می نشینیم که میتونه برای جامعه ایرانی چه در داخل و چه در خارج از ایران بسیار مهم تلقی بشه. فریدون فرخزاد. شک نکنیم که یکی از در واقع هنرمندانی است که به صورت اسطوره در آمده، یک هنرمند نوآور، یک بازیگر روی صحنه بسیار بسیار استثنایی، یک شومن فوق‌العاده، یک شاعر، یک روشن فکر، یک سیاستمدار آگاه به سیاست، برای اینکه دکتراش رو در رشته سیاست و فلسفه گرفته بود فریدون فرخزاد، و حضوری استثنایی در صحنه زندگی ایرانیان چه قبل از انقلاب و حضوری استثنایی تر بعد از انقلاب به عنوان یک کنشگر سیاسی و یک مبارز که 27 سال پیش در چنین روزهایی، روز 16 مرداد، صداش خاموش شد و مسله شد به دست فرستادگان جمهوری اسلامی که حذف فیزیکی او رو می‌خواستند و در همین تاریخ هم هست، با یکی دو روز جلوتر و عقبتر، ولی در سال دیگر، سال روز مرگ یا کشته شدن و ترور دکتر
بختیار هست، دکتر شاپور بختیار، و زمانی است که برای ایرانی ها هر روز یک خبر ناگوار از حذف فیزیکی مبارزان و کوششگران شنیده می شد و رویدادی که برای فریدون فرخزاد اتفاق افتاد و این فاجعه‌ای که در واقع اتفاق افتاد هرگز از ذهن هیچ ایرانی پاک نشده و همواره هر سال که به این تاریخ می رسیم در موردش صحبت میشه، در موردش حرف زده میشه، ولی من بر این باورم که واقعا آنطوری که باید هنوز برای شناخت فریدون فرخزاد و برای نوشتن زندگی نامه پر از درد و غم او جای بسیار هست، هرچند که میرزا آقا میرزا آقای شاعر معروف مانی یک کتاب نوشته، خونیاگر در خون، در مورد فریدون فرخزاد بسیار تحقیق کرده همراه با دوستانی که با او بودن، همراهان فریدون فرخزاد، و واقعا میشه گفتش که در این حد ادای دین کرده به فریدون فرخزاد، ولی هنوز هم باید کار بشه در موردش، هنوز هم باید گوشه های تاریک از زندگی شناخته بشه برای اینکه برای همه مردم ایران این نامی است که همواره اطرافش یه مقداری ابهامات وجود داره، نحوه زندگیش، نحوه کشته شدنش، و حالا که بعد از 27 سال که گذشته اینکه هنوز واقعا مشخص و قطعی نیستش که چه بر سر او آمد، داستانی است که باید بیشتر در موردش گفت، در موردش شنید، در موردش پژوهش کرد و هرچی که بتوانیم بیشتر این مسئله رو مطرح کنیم و باز بکنیم بهتر خواهد بود برای تاریخ و پژوهشگران آینده تاریخ. در لابلای صحبت هایی که با شما خواهم داشت فوتچ های پخش میشه که برای اولین بار بعد از قریب 20 سال اندی ما شاهدش خواهیم بود. مصاحباتی است که من شخصا با فریدون فرخزاد انجام دادم و همچنین آخرین مصاحبه‌ای که درست چند هفته قبل از کشته شدن او صورت گرفته که صحبت های بسیاری دربارش شایعات و تهمت های بسیاری رو در این راستا ما شنیدیم و دیدیم در رابطه با خودم. اجازه بدید ابتدا بخشی داشته باشیم از یکی از گزارشاتی که در برنامه میدنایت شو من در این راستا تهیه کردم. اجازه بدید من اسمی که یادم رفته بود چون یادم اومد بگم، باید به حق اسمش رو بگم، میرزا آقا عسگری، ملقب به مانی، که این کتاب خونیاگر در خون رو نوشته، مقیم آلمان. بله خب ممنون از شما. نگاهی داریم به یک بخشی از گزارش هایی که در طول برنامه چندین بخش رو حتما پخش کنیم. تماشا کنیم با هم. چند هفته گذشته مجله جوانان گفتگویی داشت با فریدون فرخزاد و آخرین مجله بود در خارج از کشور که با فریدون فرخزاد گفتگویی داشت، و عجبا که دوشنبه گذشته قرار بر این بود که من با فریدون فرخزاد در بن گفتگوی تلفنی داشته باشم. البته یک هفته قبل فریدون فرخزاد با من تماس گرفت و از من خواست که با او گفتگویی داشته باشم، و او گله از مردم لس آنجلس و تنی چند از همکارانش داشت و میگفت چون تو از واقعیت ها سخن میگی من هم میخوام واقعیت ها رو از طریق برنامه تو برای مردم به نمایش بذارم، و عجبا که در همان روز فریدون فرخزاد کشته شد. چندی قبل من با فریدون فرخزاد گفتگویی داشتم و قبل از اینکه با او این گفتگو رو آغاز کنم او به چشمان من خیره شد و گفت ازت خواهشی دارم، چرا که میدونم تو سوالاتی از من خواهی داشت که جوابش جنجالهای بسیاری را برخواهد انگیخت، ولی ازت خواهش میکنم که پس از پایان رسیدن این گفتگو این تیپ رو نگه دار، و زمانی که اگر ما به ایران بازگشتیم و یا من از میان شما رفتم اون رو به نمایش بذار. بر صورت برنامه این هفته ما به ناخواسته خودمان گفتگویی است با فریدون فرخزاد، گفتگویی که
هرگز نه تنها در برنامه تلویزیونی میدنایت شو، بلکه در هیچ رسانه ای به نمایش گذاشته نشد. از شما دعوت میکنم به گوشه‌ای از این گفتگو توجه کنید. در این مصاحبه که چند سال قبل صورت گرفت، فریدون فرخزاد در پاسخ سوال من که چه کسی باعث شد او به رادیو تلویزیون سابق ملی ایران راه پیدا کند، چنین گفت: توسط خودم رفتم و گفتم میخوام کار بکنم، چون میخواستم استاد دانشگاه بشم. قبولم نکردن. تزی نوشته بودم در دانشگاه راجب مارکس، قبولم نکردند. البته تز راجب مارکس یک کار تحقیقی بود، نه تعریف از مارکس بود نه تحریف کارهای مارکس بود، فقط تحقیق کرده بودم. چرا؟ دلم خواسته بود. قبولم نکردند. رفتم تلویزیون، گفتن چی کار بلدی؟ گفتم شو اجرا میکنم. تا اون روز شو اجرا نکرده بودم، بعد اجرا کردم تا به امروز. فریدون فرخزاد به خاطر شخصیت و فعالیت‌های جنجالی که داشت، محبوبیت او در میان مردم حد وسطی نداشت. یا او را دوست می‌داشتند و یا بهتر است از زبان خود او بشنویم. اونایی که طرفدارم هستن خب حتما یک آگاهی دارن نسبت به کارهای من، دوستم دارن. اونایی که مخالف من هستن آگاهی بیشتری دارند راجع به مسائل من. حسودیشون میشه عقده، و او عقده وحشتناک، عقده خودکمبینی، عقده حسادت، عقده همه چیز، عقده بی‌هنری، بدتر از همه چیز. فریدون فرخزاد دو بار ازدواج کرد. ابتدا با یک دختر آلمانی به نام آیدا و سپس با یک دختر جوان ایرانی. در شب دومین ازدواجش، امیرعباس هویدا دست گل بزرگی برای او ارسال داشت و از همان شب شایعه دوستی نزدیک بین فرخزاد با نخست وزیر وقت قوت گرفت. من آقای هویدا را در زندگی شاید 5-6 بار دیدم. آقای هویدا عاشق خواهر من بودند و اولین جمله‌ای که ایشون به من گفتند این بود که فریدون، میدونی مرد ترین مرد ایران کی بود؟ گفتم نه. گفتند خواهر تو فروغ فرخزاد. من ایشون رو 4-5 بار بیشتر در زندگی ندیدم. افتخار میکنم که ایشون رو دیدم، افتخار میکنم که 4-5 بار با ایشون صحبت کردم، برای اینکه ایشون مرد بسیار آگاه، فاضل و دانشمندی بودند. متاسفم که ایشون نخست وزیر بودند در ایران. ایشون باید یک محقق میشدند یا استاد دانشگاه میشدند. و خوشحال هستم که از این 5-6 برخورد خاطرات بسیار زیادی دارم. ما اگر طالب مشروطه سلطنتی هستیم به خاطر اینکه انسان‌هایی هستیم آزاد و آزاده. آقای رجبی، فداییان خلق، طول اینها و کمونیستان، بدونید اگر تا به حال شما چریک داشتید و شما از خلق صحبت میکردید، خلق امروز با ماست، حق هم با ماست. ما امروز چریک هستیم. شما یک روز میگفتید که هرکی وزیر سلطنت طلبه و ملت انقلابیه. امروز ملت هست که انقلابیه و طالب سلطنته، چون حکومت از شماست. شما هم این حکومت باید شما. حکومت جمهوری اسلامی همان حکومت است که مجاهدین خلق و فدایان خلق در سر هم شما انتخاب کردن. امروز ما هستیم که اپوزیسیون هستیم و چریک هستیم. مرسی. بنابراین رول ها امروز عوض شده و نقش ها جاش عوض شده. حکومتی که دیکتاتوره، حکومت امروز ایرانه. در کدام زمان محمد رضا شاه پهلوی شهرهای ایران رو بمباران کرد؟ فریدون فرخزاد، بله، نظر شما چی؟ والا من همیشه فریدون فرخزاد رو از همان زمانی که نخستین برنامه میخک نقره‌اش رو در ایران اجرا کرد با ستایش نگاش میکردم و به نظر من نوآوری که او در اجرای شوی تلویزیونی کرد داشت یه چیز غیر استثنایی بود و تا به حال ما ندیده بودیم. به همین دلیلم برامون خیلی جالب بود. بعد چیزی که از فریدون فرخزاد برای من جالب بود به عنوان روزنامه‌نگار جوان اون موقع که تا
تازه کارم شروع کرده بودم، احترامی بود که فریدون فرخزاد به زنا میذاشت در برنامهش. همه ما یادمونه که او دست زنا رو میبوسید و بعد این خیلی هم برای همه جالب بود که یه مردی به این قد و بالای زیبا و چهره زیبا و بیان و واژگان فاخری که داشت در صحبت کردن، چگونه با کسانی که در برنامهش دعوت میکرد در این حال که شوخی میکرد ولی احترام ویژه‌ای به زن داشت و نگاهش به زن با احترام خیلی زیاد و این همه جلب توجه میکرد. در تمام این سالهایی که تا قبل از انقلاب او رو روی صحنه تلویزیون دیدیم، هر کاری کرد یه نوآوری بود و پس از انقلاب هم فریدون فرخزاد رو در جامعه یک مبارزه سیاسی دیدیم و در این چهره هم و یا در این نقش هم فریدون فرخزاد کار خودش رو به زیبایی اجرا میکرد. اینی که میتونست با تماشاگران یا افرادی که نشسته بودن در سالن بده بستون داشته باشه، باشون صحبت بکنه، باشون مهربان باشه، دعواشون بکنه، جواب شاید بعضی از لنترانی هایی که بهش میدادن رو بده، سر جا بده و بعد اون چی که دلش میخواست انجام بده که به نظر خودش برای آینده ایران درست بود رو با ایمان تمام انجام میداد و اینا همش از او یه چهره، یک سر و گردن بالاتر از هنرمندان دیگری که در واقع اونها هم لطمه انقلاب رو خورده بودن، اونها هم یه ذره این ورمر شده بودن ولی ازشون ما حرکتی نمی دیدیم در طول این سالهای اول انقلاب و اعتراضی نمی کردن. همه نگران زندگیشون بودن، نگران آیندهشون بودن، نگران این که باید برگردن ایران چطور میشه. این هیچ کدام از این نگرانی ها رو در سخنان فریدون فرخزاد نمی دیدیم. شاید بیشترین سهمیه از سخنان و باورها و واکنش های فریدون فرخزاد ما ساکنان لس آنجلس دیدیم در طول مدتی که در لس آنجلس بود، چون هم در چند کاباره برنامه اجرا میکرد، هم شوی تلویزیونی داشت، در چند تلویزیون بود، مثل که در تلویزیون آقای شبخیز رفت، در تلویزیون جام جم بود، در تلویزیون پارس بود و بعدم در تلویزیون دیگه مثل تلویزیون جناب علی به عنوان مهمان میومد، باش مصاحبه میشد. بنابراین خیلی از نزدیک میتونستیم این مسائل رو ببینیم و این انسان رو در این نقش جدیدش تجزیه تحلیل بکنیم. ولی خب ببینید آقای رفیعی، هر کس در جامعه ایرانی قبل از انقلاب کمتر، بعد از انقلاب خیلی بیشتر سر بلند کرد، حرف زد، کاری کرد که شاخص شد، ما ملت تا اونجایی که تونستیم خواستیم به قوزک پاش بزنیم و نذاریم این کار رو بکنیم. رقابت‌های ناسالم، خودش هم تو همین صحبتی که با شما الان پخش کردید گفتی که حسودی نسبت به اینکه چرا اون محبوبه، چرا مردم اون رو بیشتر دوست دارن و سعی در تخریبش، سعی در کارهایی که می‌خواست، سعی در وارونه نشون دادن کارهایی که می‌خواست بکنه. یکی از کارهای زیبایی که فریدون فرخزاد کرد این بود که به عراق رفت برای دیدن بچه‌های اسیر ایرانی اسیر عراق، بچه‌هایی که زیر سن حتی 15-16 سالگی بودن. اونجا براشون کنسرت گذاشت، براشون یه مقداری پول جمع کرد در لس آنجلس، برد اونجا به دست صلیب سرخ داد این ارقامی که جمع شده بود. چقدر براش در لس آنجلس حرف زدن، چقدر براش ازش ایراد گرفتن، چقدر دل شکستش کردن. اصلا با دل شکست از لس آنجلس رفت به دلیل اینکه هر کاری میکرد میدید نمیتونه این سد مقاومت یا مبارزه‌ای که بر علیه او داشتن بشکنه اینجا. و بیشترینش از من بپرسید که مثل شما موهامو توی این کار سفید کردم، 53 ساله من دارم کار میکنم در این دهکده کوچک اهالی قلم و اهالی تصویر، واقعا بر نمیتابیم یه کسی که محبوب تر از ماست، واقعا بر نمیتابیم یه کسی که کار درست داره انجام میده و سعی نمیکنیم خودمونو بالا ببریم، سعی میکنیم اونو بزنیم زمین و این کار کردیم. و من در شب افتتاحیه تئاتر شاعر نقدی که هنرمند گرامی هوشنگ توزیع از زندگی فرخزاد داشت، سخن کوتاه داشتم و واقعا اونجا اعلام کردم، با سربلندی هم اعلام کردم، گفتم ما اهالی لس آنجلس باید معذرت خواهی بکنیم از فریدون فرخزاد، به خصوص در لس آنجلس. حالا میدونم در شهر لندن هم زیاد باش درست مواجه نشدن، در سفرهای دیگری هم که داشت به همچنین، ولی در لس آنجلس ما خیلی آزردیمش. تنها دلیلی هم که من میبینم برای این آزردگی که برای فریدون فرخزاد داشتیم این بود که
هیچ کس بر نمیتابید که یه آدمی با این شهامت حرف بزنه، به این درستی حرف بزنه، به این قشنگی رو صحنه باشه، آگاه باشه، به مسائل سیاسی آگاه باشه. خیلی از ما هنرمندیم، مجری برنامه هستیم، تلویزیونی هستیم، رادیویی هستیم، اهل قلم هستیم، سواد سیاسی نداریم و به خودمون اجازه میدیم که مسائل رو تجزیه تحلیل بکنیم با همون آگاهی که داریم. او تحصیل کرده بود، اینجاست اصلا تحصیل کرده بود و میتونست حرف بزنه. به هر بهانه‌ای که میشد یه جوری می‌خواستن جلوی کارش، جلوی پاش سنگ بندازن. و این درست نیست. حداقل و دست کم موقعی که من میگم لازمه که بیشتر در موردش صحبت بشه، اینی که این بخش‌ها از زندگی او رو با نگاهی انتقادآمیز به خودمون، به بازبینی خودمون بپردازیم و ببینیم که چرا این کار رو داریم میکنیم. این کار با فریدون فرخزاد هم نشد تنها، این کار برای هر کسی که شاخص شد در جامعه ایرانی در خارج از کشور، به ویژه در غرب لس آنجلس، در کالیفرنیای جنوبی به قول خودمون گفتنی اتفاق افتاده. انگ زدن بهش، این مال جمهوری اسلامیه، این یکی این چنانیه، این یکی چیچی اللهیه، اون یکی چیچی اللهیه، با این نباید حرف زد، این کار کرده، پول برداشته، این کار کرده، کلا سر این گذاشته. در شرایطی که فریدون فرخزاد پول جمع کرد برای بچه‌های ایرانی اسیر در عراق و برد دست صلیب سرخ جهانی سپردین، ما که شاهد بودیم. من یه روزی توی یکی از این کابارهایی که فرخزاد برنامه اجرا میکرد رفته بودیم، نشسته بودیم، بعد از اینکه از صحنه اومد پایین اومد سر میز ما نشست، کم مونده بود گریه کنه از دست من، کم مونده بود و من نمیدونستم جوابشو واقعا چی باید بدیم. و همین دلیل هم اونجا گفتم به مردم، گفتم به خودمون نگاه بکنیم و بدونیم که ما باید به این مرد و به روحش بعد ازش پوزش میخوایم به این کاری که کردیم. خیلی بد باش رفتار کردیم، خیلی. همونطور که اطلاع دارید فریدون فرخزاد دکترای در رابطه با مارکس شناسی داشته. بله، علوم سیاسی تزش در مورد مارکس بوده. بله، تزش در رابطه مارکس بوده و حتی گویا در آپارتمانی هم که داشته عکسی از مارکس به دیوار آویخته شده. یعنی به هر حال کسی بوده که طرفدارش بوده و تزش هم در اون راستا گذرونده. کسی که سالها با چنین ایدئولوژی خشک سیاسی که مارکس باشه، که بعدها به مارکس مارکسیست اسلامی جبهه‌ای رو براش درست کردن، یه شعبه‌ای براش درست شد، چطور میتونه یه کسی که طرفدار مارکس بوده و ایدئولوژی مارکسیست داشته بیاد و طرفدار رژیم شاهنشاهی بشه؟ ببینید، گفته‌ای هستش در بین روشنفکران در واقع، یا در بین کسانی که دوست دارن عقاید سیاسی داشته باشن، میگن هر کسی زیر 30 سال اگه کمونیست نباشه دیوانه است، اگه بعد از 30 سال کمونیست باشه دیوانه است. در فضایی که فریدون فرخزاد دوران دانشجویشو میگذروند، اولا نوشتن تز راجب مارکس نشانه از این نیستش که تو طرفدار او هستی، نشانه از این که داری پژوهش میکنی در موردش. ممکنه طرفدارش بوده، ممکنم نبوده، نمیتونیم، یعنی این رو به قاطعیت نمیتونیم بگیم که او طرفدار او یه مارکسیست بوده. بعد این اصطلاح مارکسیست اسلامی که دیگه واقعا ببخش، یعنی یه دو تا چیزی که با هم اصلا اکسیمورانه، اصلا با هم دیگه قابل تجمع در یک جمله هم نمیتونه باشه. حالا اونایی که این اسامی رو برای خودشون گذاشتن، یه کسانی که اونها رو به این اسامی مینامیدند، نمیدونم چه قصدی داشتن از این. ولی فریدون فرخزاد حتی در موردش گفتن که بعد از انقلاب هم از موافق انقلاب بود و جزو در روزهای یا ماهای اول انقلاب حتی کوشش میکرد که با انقلابیون باشه و مخالفت بکنه با رژیم، ولی شاید جزو اولین گروهایی بود که برگشت از این قدمی که برداشته بود. و مهم اینه از نظر من نه تئوریسین هستم، نه انسان فرض کنید جامعه شناس هستم، نه چی، به عنوان یه انسان که دارم به قضایا نگاه میکنم، به عنوان یه ناظر میگم اون آدمی قابل احترامه که اگر که از راهی که داشته میرفته و فهمیدی که این راه اشتباهه، راهشو برگردونده، برگشته به یه باور دیگه رسیده و حق هر انسانی که در طول زندگیش از خامی به پختگی برسه. یه روزی طرفدار یه باوری بوده، بعد یه روز دیگه در یه سنی دیگه، در یه موقعیت دیگه، در یه زمان دیگه، با مواجه شدن با یه رویداد عظیمی که یک فاجعه آفریده برای یک کشور و برای مردمش،
به خودش اومده، آگاه شده و نظرش رو عوض کرده. من در این اشکالی نمیبینم، در اینی که کسانی که یه روزی در دستشون در وقوع انقلاب اسلامی بوده و بعد از مردم پوزش خواهی کردن، من در این هم بر این باور هستم که از اون پوزش خواهی اونا رو هم آدم باید بپذیره. برای اینکه خب یه دفعه انسان قابل خطاست، قابل اشتباهه، میتونه اشتباه بکنه. اونهایی که اشتباه رو کردن و نمیپذیرن و تغییری درش نمیدن و در اشتباه خودشون هم پا بر جا میمونن، اونا قابل شکن. ولی یه کسی نظرش عوض کرده و نظرش حالا باور اولش رو یه عده دوست داشتن، باور دومش یه عده دیگه دوست داشتن، دو تا باورش رو شاید کسی دیگه دوست نداشتن، ولی به عنوان یک کسی که با باور خودش و با ایمان خودش اون چی که میگفت رو ایمان داشت بهش، برای تظاهر نبود، این خیلی فرق میکنه. یه روزی به اون باور بوده، یه روزی به این باوره و تغییر داده به خاطر سنی که ازش گذشته، به خاطر آگاهی بیشتری که پیدا کرده، به خاطر پختگی که پیدا کرده. و من در این زمینه هیچ مشکلی نمیبینم، مشکلی ندارم. باز نگاهی داریم به بخش دیگری که میتونه برای شما بینندگان عزیز جالب باشه، ولی برای خانم سرشار میتونه نگاه دوباره باشه به زندگی فریدون فرخزاد. پس از گذشت چند سالی از انقلاب در ایران، شایعاتی بر سر زبانها بود مبنی بر اینکه فریدون فرخزاد با جمهوری اسلامی همکاری هایی دارد. فریدون فرخزاد در این مورد چنین گفت: اوایل انقلاب خوشبختانه من در ایران نبودم، من در آلمان بودم. وقتی که انقلاب شد به ایران برگشتم و در روز دوم ورود خمینی دستگیر شدم، به مدرسه علوی افتادم، از اونجا آزادم کردند، یک تفرشی پارتیم شد، آزادم کرد. 5 بار در زندان‌های مختلف خمینی بودم، هرگز با خمینی همکاری نکردم، برای اینکه آرتیست بودم، آرتیست نیازی به آیت الله نداره. فرخزاد با شخصی به نام سعید که خواننده و نوازنده گیتار بود از ایران خارج شد و از آن پس فعالیت‌های سیاسی و هنریش با همراهی او بود. اما در آخرین سفر فرخزاد به لس آنجلس، این بار خبری از سعید نبود. همونجور که میدونید برادر سعید خلبان بود در هواپیمای ایران و در حدود 9 ماه پیش، یا اشتباه اگر بکنم اوایل ژانویه در هامبورگ ترور شد به جرم مخالفت با رژیم خمینی. با ما زندگی میکرد، با من و سعید، و بعد از این جریان ناچار سعید مجبور شد که مسئولیت خانواده او رو به عهده بگیره که هنوز در هامبورگ هستند، ولی یک کسی باید کار میکرد برجهت. من دیگه مسئول اون خانواده نبودم، من آمدم به اینجا برای اینکه کار بکنم و سعید هم به لس آنجلس خواهد اومد، شاید هم نیاد، ولی من امیدوارم که بیاد. فریدون فرخزاد حتی در آخرین مکالمه تلفنیش با من انتقاد از بعضی شهروندان ایرانی لس آنجلس داشت و حتی در گفتگویی که با او در چند سال پیش هم داشتم از مطرح کردن این مسئله کوتاهی نکرد. اجتماع لس آنجلس یک اجتماعی است مال خودش، در تمام چرا اینجا اینجوریه، ولی اینجا اینجوریه. و اما در رابطه با رسانه‌های گروهی لس آنجلس، فریدون فرخزاد نقد خاصی در این باره داشت. نه، من نمیخوام بگم که رسانه‌های گروهی خیانت کردند، برای اینکه این حرف خیلی حرف مهم و زشت و بزرگیه. اگر یک کسی بیاد این بگه تو خائن هستی، خب اینو باید ببرم به یه دادگاه ثابت بکنه. همینطوری من نمیتونم بگم مردم خائن هستن، ولی من میتونم بگم که خدمتی من ندیدم. خدمت رو حافظ کرد به فرهنگ ایران. آیا رسانه‌های گروهی در حد حافظ یه کار فرهنگی کردند؟ اینکه من اخبار جهان رو جمع بندی کنم و بازگو بکنم، این که خدمت نیستش که. این رسانه‌ها
برای چی اینجا هستن؟ برای که من اینجا باشم یا برای که من اینجا نباشم؟ این رسانه برای که من اینجا باشم خیلی خوب هستند. برای که من اینجا نباشم، من توی ایران باشم، کسی کاری برای من نکرده. هیچی. از فریدون فرخزاد خواستم که نکات مثبت و منفی شخصیت خودش رو برای ما صادقانه مطرح کند. نکته مثبت زندگی من اینه که آدم بسیار صادقی هستم، راستگو هستم، دزد نیستم، دروغ نمیگم، صادق هستم، خیانت نمی کنم و آدم کشی بلد نیستم و به مال، جان، ناموس مردم هرگز دست درازی نکردم و نمی کنم. نقطه ضعفی که در خودم میبینم این قدرت رو هنوز به اون صورت ندارم که خوبیای درون خودم رو اونطور که باید و شاید بیان بکنم و از خودم بیرون بیارم و به نمایش بگذارم. این بدترین نقطه ضعفی بوده که من داشتم که نتونستم خودم رو اونطور که واقعا هستم نشون بدم. ولی بسیار شنیدم از خود شما، از خود میخوای بلند کنم بگم که هیچی نیست، نیمی از شما بلند میشن و اینا سرخوردن از اون نیمه دیگر دلشون گرفته. چرا با هم حفیب نیستی؟ چرا نامردمی؟ چرا نامردی؟ کدوم پول؟ کدوم ثروت؟ کدوم شغل؟ شما نباشید مثل کسایی که میگن اگر من نخست وزیر نشم نمیرم به جهنم که نرفتی. نرو ملت کشور خرابه. من نیازی به نخست وزیر اصلا نداره، نیازی به رئیس نداره، نیاز به اهله داره، به اهله که عاشق ایران باشه، برای ایران قدم برداره، برای ایران کار بکنه. و اینجا تو همین شهر 90,000 ایرانی. خب سخنانیست از فریدون فرخزاد، ابراز عقاید، نظریات و آن چیزی که درونش و در ذهن و قلب و روح و جانش مطرح میکنه. نظر شما چی؟ خب من فکر میکنم نگاهی که داره به خودش میکنه نگاه هم رو با انتقاد هم نقاط ضعف خودش رو میدونه هم نقاط مثبت خودش رو میدونه. همه ما موقعی که داریم از گذشته حرف میزنیم ممکنه بعضی از رویدادها به نظر خودمون زیباتر بیاد از اون چیزی که در واقعیت وجود داشته یا ممکنه کم رنگتر بیاد از اون چیزی که در واقعیت وجود داشته. اینا همش اگر که علاقمند باشه کسی که زندگی فرخزاد رو تمام گذشته او رو و زیر و بمهای زندگیش رو بدونه باید واقعا یه تحقیق درست عالمانه در این زمینه بکنن، نه اینی که از نظر انتقادی یا نوشته ی روزنامه نگاری ژورنالیستی. من خودم یه ژورنالیستم، به کارم هم افتخار میکنم، ولی در مورد افرادی که در زندگی یک نسل از مردم ایران اثر گذاشتن واقعا باید تحقیق بیش از این، تحقیق اکادمیک بشه و شناخت بیشتری از اون رو بدن اگه نیازی باشه در مورد مسائلی که هنوز روشن نیست. ولی خب گوشه هایی از زندگیش همچنان در پرده پام باقی مونده. خودش هم یه جایی اینجا الان داره شروع میکنه میگه این شهامت اینو نداشتم تا آنچه در درونم بوده در موردش صحبت بکنم. خب خیلی از مسائلی بود که اون راحت نمیتونست در موردش صحبت بکنه. در زمانی در کشور ایران حضور پیدا میکنه، در صحنه تلویزیون حضور پیدا میکنه که هنوز جامعه ایرانی سخت سنتی است و نمیتونه که در واقع دگرباش رو بپذیره به راحتی که هیچی، ولی اصلا نمیتونه بپذیره. در نتیجه خب میبینید که وادار میشه یا برای پنهان کردن آنچه که نمیتونسته در موردش صحبت بکنه ازدواج میکنه، ازدواج در آلمان ازدواج میکنه، بچه دار میشه، بعد به ایران میاد بازم ازدواج میکنه. البته خیلی کوتاه مدت میدونه ازدواج دومش به جدایی میانجامه، ولی تا زمانی که بعد از انقلاب و چند سال بعد از اون راحت نمیتونست در مورد در واقع
هویت خودش، هویت جنسی خودش هم صحبت بکنه. و این خب یکی از مسائل و مشکلات و پیچیدگی های زندگی بود. در زمانی که فریدون فرخزاد در آلمان دانشجو بود، در آن زمان در آلمان هم کار راحتی نبود یا ساده نبود که یک کسی بیاد و به این راحتی که الان امروز در اروپا، در آمریکا صحبت میکنن، که هنوز هم با تعصب ها و با یا نگرش های منفی بعضی ها مواجه میشن. این خبرها در ایران نبود، نمیتونست این کار رو بکنه. منظورتون همجنسگرایی هست؟ بله، گرایش به همجنس داشته و این مشخصه. حالا ادهی میگن که شاید گرایشش دو جنسیتی بوده، هم به زن گرایش داشته هم به مرد گرایش داشته. این زندگی خصوصی اوست، اونقدری هم به نظر من مسئله نیستش که آدم بشکافه که ببینه گرایشش چیه. فقط من این نکته رو از این بابت مطرح میکنم که موقعی که خودش به زبون خودش میگه که یکی از نقاط ضعف من اینه که من نمیتونم از درون خودم صحبت بکنم، موقعی که الان بعد از سالها داریم اینو بازبینی میکنیم، میفهمیم که اون موقع هم این مشکل رو داشته که میخواسته که خودش باشه ولی نمیتونسته که باشه. و به این قضیه در این مورد خب بسیارانی در جوامع سنتی مثل ایران لطمه‌های شدید خوردن به دلیل اینکه باید بود پنهان نگه میداشتن هویت خودشون رو و هویت جنسی خودشون رو. و فرخزاد هم خب یکی از قربانیان همین مسائل بوده دیگه، هرچند که در محیط آلمان بزرگ شده بود، هرچند که میتونسته با شهامتی که در او هست این رو ابراز بکنه، ولی خب تصمیمش بر این بوده که نکنه، این حرف رو نزنه، به صورت باز نباشه، به قول معروف از کمد در نیاد، out of closet نباشه. عده‌ای از تحلیلگران در رابطه با زندگی فرخزاد چنین عقیده دارند که فرخزاد آدم اپورتونیستی بوده، فرصت طلب و از فرصت‌ها استفاده می‌کرده و خودش رو هم رأی می‌کرده. آیا شما همچین چیزی رو در فریدون فرخزاد دیدی در طول تمامی مطالعات و نزدیکی که با او آشنا بودی؟ من بیشتر میتونم کلمه پرووکاتیو رو براش بذارم، یعنی کسی بوده که می‌خواسته جلوه کنه، دوست داشته که جلوه بکنه، دوست داشته که دوستش داشته باشن، دوست داشته که رو صحنه اگه بوده مورد توجه قرار می‌گرفته. با این نوع شخصیت ممکنه با اون شخصیتی که شما داری صحبت میکنید یه گاهی اوقات هم اشتباه بشه، به صورت فرصت طلب در بیاد، ولی من بیشتر انسانی رو میبینم که ای کار شما در این گفتگوی که ما داشتیم یه روانشناس هم میداشتید اینجا و واقعا یه روانشناس میتونست این مسئله رو بهتر تجزیه و تحلیل بکنه. کار من نیست، من فقط دارم عنوان یه ناظر یه بار دیگه تکرار میکنم به این مسئله نگاه میکنم، به عنوان یه کسی که واقعا دوست داشت که بدونه چه در زندگی این مرد گذشت و چرا، چگونه شد که آخر عاقبتش اینجوری به این وضعیت افتاد و غمگین بشه از این که این چنین با این سبوعیت کشتنش. ولی بسیاری از هنرمندان رو میبینید، خود شما با هنرمندان بزرگ شدید، هنرمندای روی صحنه بزرگ شدید و میدونید که بسیارانی هستن که توجه مردم رو جلب کردن مهمترین نقطه زندگیشونه. یعنی همه این کارهایی که میکنی، شما موقعی که روی صحنه میری، میخونی، میرخصی، نمایش اجرا میکنی، حتی صحبت میکنی، میخوایی مثلا یه سخنران باشی، اینا برای چی این کارو میکنی؟ دلیم میخواد اونایی که اونور هستن و مخاطب تو هستن جلب توجهشون رو بکنی، مهر طلبی، دلیم میخواد برجسته باشی، دلیم میخواد همه تو رو دوست داشته باشن و به توجه بکنن. در نتیجه اگر سخنانی میگه برای نیستش که از چه فرصتی استفاده کنه. فریدون فرخزاد در موقعی که در آلمان به قتل رسید یه آپارتمان یه اتاق خوابه داشت، پولی دنبال پولی نبود، دنبال مقامی نبود، شهرت دلش میخواست و شهرت رو همه ما دوست داریم. همه ما که داریم کار میکنیم، همه ما که انسانهایی هستیم که چهره های همگانی هستیم برای مردم، روی صفحه تلویزیون صدامون از رادیو میشنون، مطالبمون رو میخونن، هر نوع برنامه هنری، نقاشیم، موزیسیانیم، هر چی که هستیم، برای دل خودمون تنها نمیکنیم. بیشترین کاری که داریم میکنیم که مردم دوستمون داشته باشن، مردم توجه بکنن. واسه همین هم هست که بعضی موقع که انتقاد هم ازمون میکنن سخت میرنجیم، دلمون نمیخواد که انتقاد ازمون بکنن و این بخشی از وجودی هنرمنده. من اینجوری توجیهش میکنم. اگر فریدون فرخزاد امروز به لس آنجلس میومد، آیا پشتیبانی و حمایت مردم در همون حد بود؟ آیا پشت کردن به او و از او دورجویی کردنم به همین صورت؟
یا نه؟ نه، ما ملت شهید پرستی هستیم متاسفانه. ما باید یک کسی بمیره تا عاشقش بشیم، باید یک کسی رو بکشن تا قهرمان بشه. اگه زنده است و داره رامی رو کار میکنه، تمام کوششمون سر این هستش که ببینیم چطوری میتونیم بکوبیمش، چطوری بزنیم به قوزه که پاش که کلاش از سرش بپره. اگه که این اتفاق برای فرخزاد نیفتاده بود و در شهر لس‌آنجلس دو مرتبه ظاهر میشد، دو مرتبه همون باندبازی ها و به طرف این بکشه و اون به طرف اون بکشه، و چون رفته تو اون تلویزیون یکی دیگه تلویزیون باش مخالفت بکنه، و چون در فلان جا خونده اون یکی دیگه خواننده شروع بکنه براش پاپوش درست کردن یا کنسرت گذار براش پاپوش کنه، رایج دیگه، هنوزم رایج. شما وسط میدون هست خودتون میبینید هر روز این ماجراها رو. این اتفاق حتما میافتاد، ولی کشته شد که ما دو مرتبه زندش بکنیم دیگه. مثل اوتلو که توی نمایشنامه معروف شکسپیر به دزدمونا گفت میکشمت تا بعد دوستت بدارم. این حال ما مردم ایرانه، میکشیم یکی رو که بعد تازه عاشقش بشیم، دوستش داشته باشیم، بعد بشینیم مرده پرستی بکنیم و ازش قهرمان بسازیم. خب سپاسگزارم از شما. گفتگومون رو با سرکار خانم هما سرشار در رابطه با یک برنامه ویژه درباره زندگی و وقایعی که فریدون فرخزاد به همراه داشت تا دقایق دیگر ادامه خواهیم داد. با شما خواهیم بود. در بخش دوم گفتگو با خانم هما سرشار هستیم، نویسنده، ژورنالیست، تحلیلگر، مفسر، ژورنالیست، به هر حال یکی از شخصیت‌های بسیار گرانمایه و یکی از ژورنالیست‌هایی که توانسته در طول غربت‌نشینی ما در بسیاری از مسائل مهم تاریخی صحبت بکنه، و خوشحالم که امروز این افتخار رو دارم که در کنار سرکار خانم هما سرشار گفتگوی داشته باشیم، برنامه ویژه‌ای داشته باشیم در رابطه با فریدون فرخزاد، وقایع مهمی که در دوران زندگی او و سرانجام به کشته شدن او توسط بیگانگان و مزدوران جمهوری اسلامی صورت گرفت. خانم سرشار، بار دیگر درود بر شما. جدیدا سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه بینندگان. سپاسگزار از شما. خانم سرشار، فریدون فرخزاد در تمامی دورانی که فعالیت‌های هنری داشت همیشه سعی می‌کرد که به نحوی به گونه‌ای با همه شوخی بکنه، و حرفاش هم در لابلای شوخیگری‌های خودش داشت. آیا یه هنرمند باید همانایی که در روی صحنه است باید در پشت صحنه هم به همون صورت عمل بکنه، یا باید شخصیتی جدا داشته باشه؟ بستگی داره که چگونه خود اون هنرمند میپسنده که چگونه رفتار بکنه. نحوه مصاحبه کردن و یا پرسش و پاسخ با مهمانان برنامه‌ای که فریدون فرخزاد داشت بسیار یگانه بود، سبک کار خودش بود، یعنی مثل امضای فریدون فرخزاد بود زیر مصاحبه ها. برای اینکه اطلاعات وسیع داشت، مرد خونده ای بود، میدونست، و از اینکه یک کمی کسانی رو که ادعای زیاد دارن ولی توانایی به نشان دادن اون اطلاعات رو ندارن ولی بیشتر اداشو در میارن رو یکم دماغشون رو بسوزونه یا بورشون بکنه، این ویژگی درش بود. و من فکر میکنم بسیاری از کسانی که بیننده یا شنونده برنامهش بودن این منتظر بودن که با مهموناش به قول معروف کل کل بکنه و سر به سرشون بذاره. به نظر من یکی از بهترین کارهای فریدون فرخزاد در مدت ها که توی شهر لس‌آنجلس بود، زمانی بود که البته در ایران آغاز کرده بود ولی اینجا دنبال کرد، و کاری که در ایران آغاز کرده بود این بود که میرفت تو خیابون با مردم مصاحبه میکرد. اگه یادتون باشه، شما شاید خیلی جوان یادتون باشه، بله، اون موقع بچه سال بود، مصاحبه میکرد و سوال خیلی ساده‌ای هم میکرد ازش، این سوال تاریخی، سوال جغرافیایی، سوال سیاسی،
و جوابهایی که اونا میدادن جوابهای گاهن خنددارم بود و نشان از این بود که تعداد کمی میتونستن پاسخ درست به او بدن و این یه بخشی از برنامهش بود که بسیار جذاب بود و این کار رو در لس آنجلس هم میکرد، منتها اینجا با شیوه خاص خودش مسائل سیاسی رو مطرح میکرد، یعنی میرفت به طرف بچه های چپی، همون دوستان قدیمی خودش که حالا ازشون برگشته بود و این پرسش ها رو ازشون میکرد و در مورد نمیدونم مارکس و این ور اومد این کتاب اون نوشته و قانون اساسی ایران و ماده سوم قانون اساسی مثلا چیه و این چیزا سوال میکرد و توی جای قرارشون میداد که جواب نداشتن براش و بعد میکوبیدشون، یعنی این در واقع قلق مصاحبه‌گریش بود و خب اینا رو هم با خیلی با مهارت انجام میداد. به نظر من یه شیوه یه کاره، یه دی با نرمی، یه دی با خشونت، یه دی با تهاجم و یه دی هم به سبک و سیاق فریدون فرخزاد با مردم مواجه میشن، با مصاحبه کنندهشون مواجه میشن که اگه یا شما سبکشو دوست دارید یا دوست ندارید، ولی سبکی هست که وجود داره. الان هم موقعی که بعد از انقلاب ما به امریکا اومدیم، من دیدم که بسیاری از این برنامه سازان شب تلویزیون های امریکایی مثل کانال 4 و کانال 6 و 5 و 7 و اینا مثل جانی کارسون و تمام دنبال روهای او چنین کاری رو میکنم و بعد پیش خودم گفتم عجب این فریدون فرخزاد چقدر جلو بود موقع که در دیدن این کارا رو میکرد. میرن تو خیابون هنوز هم میکنن، میرن سر به سر مردم میذارن و این سر به سر گذاشتنه یه جوری برای مردم خوشایند بود، یه بخش تفننی برنامهش بود. در نتیجه من در اون هیچ ایرادی نمیدیدم، خودم یکی از کسانی بودم که دوست داشتم اون بخش رو، میخندیدم بهش، فکر میکردم بهش همینجور. شما از ویدیویی که از فریدون فرخزاد در یکی از تلویزیون‌های آلمان پخش شد اطلاعی دارین؟ در زمان رژیم سابق بود، زمانی که ایشون قهر میکنه به آلمان میاد و در همون برنامه از رژیم پهلوی انتقاد میکنه. نه اون اطلاع ندارم. پس ایش خبری بعیدم نمیدونم و انتقاد میکنه و برمیگرده و دوباره ازش دعوت میشه که با واسطه در سازمان رادیو تلویزیون فعالیت خودش رو دوباره آغاز بکنه. خبری از این ویدیو؟ من این ویدیو ندیدم. نه دارین شما؟ بله ویدیوشو داریم، الان که نداریم ولی سعی میکنم پیداش کنیم که پخش بکنیم. الان بریم یه بخش دیگه از صحبت‌ها رو با هم نگاه بکنیم، برمیز در رابطه با فریدون فرخزاد و وقایعی که در دوران زندگی او صورت گرفت. I Love Vienna نام فیلمی است که فریدون فرخزاد چند ماه قبل ایفاگر نقش یک پناهنده ایرانی در آن بوده. اگرچه هنوز دلیل کشته شدن فریدون فرخزاد به درستی معلوم نیست، اما سوال بر این است آیا فعالیت‌های سیاسی او منجر به کشته شدنش شده و یا خصومت‌های شخصی؟ شکی نیست که زمانی نه چندان دور مسببین قتل این هنرمند شناخته خواهند شد، اما مرگ یک هنرمند با تمامی ضعف‌هایش می‌تواند در جامعه ضربه محکمی بر پیکر هنر ایران باشد. من نمیدونم من هنرمند هستم یا نیستم. شعر میگم، غزل میگم، نثر مینویسم، روی صحنه بودم، آواز خوندم، شو اجرا کردم، موزیک ساختم، فیلم بازی کردم، فیلم ساختم، همه کار کردم. ولی نسل بعد هست که بدون غرض و بدون نظر خواهد گفت آیا من هنرمند بودم یا نبودم. من نمیتونم بگم من هنری دارم. هیچ حرفی ندارم غیر از اینکه به شما بگم که از میون شما برخواستم،
و میون شما زندگی میکنم و برای شما از دنیا میرم و اگر خیلی هنرمند باشم در دنیای بعدی هم زندگی خواهم کرد مثل خواهرم، اگر نباشم به حال خودم تأسفی بسیار عمیق و شدید خواهم خورد، چون زندگی خیلی کوتاه‌تر از اونی که ما فکر میکنیم و زمان خیلی تندتر از اون چیزی میگذره که ما خیال میکنیم. شبتون خوش. دو تا نکته بگم از همین تیکه که پخش کردید. یکی این که خب اون موقعی که شما این مصاحبه داشتید انجام میدید یا این فیلم رو تهیه کرده بودید هنوز خیلی زود بود، ولی میتونه که قطعا مشخص شد در کتاب خونیاگر در خون آقای میرزا آقا عسکری شون نوشته که قطعا به خاطر مبارزات سیاسیش فریدون فرخزاد کشته شده، اصلا مسئله خصومت شخصی نبوده. آقای اسماعیل پوروالی هم در ماهنامه روزگار نو خودش همین نکته رو اشاره میکنه و میگه که او رو به خاطر مبارزات سیاسیش کشتن. در بحث ها و گفتگوهایی که بعدن هم اومد و گفته شد افراد سیاسی دیگری که حالا اگر بعداری که چیزی داشته باشه میتونی نشون بدی، عنوان کردن که به چه خاطر این کشته شده. این دیگه اصلا قطعی است، این از نظر همه قطعی است. افرادی که فرخزاد رو به قتل رسوندن کاملا شناسایی شدن و اسمشون هم هست و الان در ایران دارن زندگی میکنن. دومیش هم این پیشبینی خیلی جالب و غم‌انگیز خودشه که میگه کاش منم مثل خواهرم بعد از مرگم هر روز تو اون دنیا زندگی کنم، و هرچند که دلیل زندگی کردنش به خاطر اینکه اینجور ناجوان مردانه و مظلومانه کشته شد، ولی خب میبینیم که 27 سال بعد از مرگش هنوز فرخزاد زنده است. هر سال به یادش هستن، جماعتی که در آلمان زندگی میکنن سر خاکش میرن، از او صحبت میکنن، ترانه هاش همه جا پخش میشه، همواره هنوز پخش میشه. کتاب شعرش که در واقع غزل های عاشقانه که در آخر عمرش گفته و به صورت کتاب شعر در آورده، اشعار بسیار زیبایی داره، خونده میشه، در موردش صحبت میشه و اون چیزی که فکر میکرد که اگر اینجام در این دنیا نه، ولی اگه رفتم در دنیای دیگه امیدوارم که نامم بماند، نامش مونده. خواستم این دوتا نکته رو از این بخشی که شما پخش کردید برداشتم و بگم. فریدون فرخزاد در تمامی دورانی که در رادیو تلویزیون ایران همکاری داشت بسیاری باش مخالفت میکردن، حتی کسانی که در کارشون هم موفق بودن و همکار او بودن و کمی از فرخزاد نداشتن، اما نحوه رفتار فرخزاد به چه صورتی بود که همکارانش همیشه سعی میکردن که در مقابلش یک جوری جبهه داشته باشن؟ گستاخانه بود رفتارش دیگه، با شهامت بود، گستاخانه بود. نوع خودتونم توی صحبتهایی که کردیم و یکی از سوالی که کردیم میگفتی که با کسی که وارد استودیوش میشد یا تو برنامهش بود، نحوه بر رفتارش و نحوه صحبت کردنش و پرسش و پاسخش نشون از این داشت که خیلی راحت میتونه طرف رو روی صحبت‌هایی که میکنه و سوالاتی که میکنه طرف رو در گوشه قرارش بده. به نظر من این تازگی داشت برای ما که بازم با یه فرهنگ رودرواسی و تظاهر و اینی که یه چیزی نگیم که کسی بدش بیاد، همیشه این تناقض داشت و این تناقض رو بسیارانی میپسندیدن، بسیارانی هم نمیپسندیدن، ولی یه موردی بود که میتونستن همکارانش در رادیو تلویزیون یا کسانی که به هر دلیلی با حضور این آدم در روی صحنه تلویزیون، روی سکرین تلویزیون راحت نبودن، برن و این بهانه رو بتراشن که مثلا این به مردم توهین میکنه، به مصاحبه کننداش توهین میکنه، رفتارش بده، یه چیزی ازش بسازن که در واقع اون پاپوش رو بتونن درست بکنن که مخالفت بکنن باش. ولی خب تا زمانی که بود و در تلویزیون بود میترخشید دیگه، به عنوان یک شومن یگانه و کسی که در واقع مثل اون نیومد هرگز در ایران.
در لس آنجلس زمانی که فرخزاد حضور داشت بسیاری از هنرمندان با او یکتازی میکردن، بسیار مخالف بودن و حتی من شاهد بودم هنرمندانی که با مثلا جاهایی که فرخزاد اونجا شو داشت اتمام حجت میکردن که اگر بخواد این در این کاباره برنامه‌شو بیشتر ادامه بده ما دیگه هیچ وقت اونجا نخواهیم بود. این نحوه و شیوه در جامعه هنری حال شاید امروز هم ادامه پیدا کرده باشه، شاید هم دیگه متوقف شده باشه، به هر حال یا متوقف شاید هم در آینده متوقف بشه، رو گذشته رو کاری نداره. به چه دلیل هست که کسی که میتونسته باعث رونق چنین بیزینسی باشه نوعی از همکاران خودش با او به ستیز میپرداختن؟ خب این که در بخش اول برنامه در موردش مفصل صحبت کردیم دیگه، نمیتونیم این فرهنگی که باش بزرگ شدیم، این سنتی نگاه کردن به قضایی ها، این ضرب المثلی که تو زبون ما رایجه همش نشونه اینه که چگونه ما ملت نسبت به همدیگه رفتار میکنیم. این ضرب المثلی جالب داریم که میگه خدایا اون کسی رو که نمیتونی بهش مقام بدی ذلیلش کن، من دلم خنک شد. اگه به ما نمیتونی مقام بدی یا ما رو نمیتونی بالا ببری، همسایه رو ذلیل کن که من دلم خنک شد. اگر که نتونن با یکی رقابت بکنن چیکار میتونن بکنن؟ چیکار میکنن؟ شروع میکنن در موردش بد گفتن، در موردش شایعه پرداختن، در موردش در واقع پشت لعنت زدن بهش، پشت پا گرفتن براش و نونش رو آجر کردن. حالا این نون یا نون مالی پولیس که در میاره یا اینکه اعتبارش بتونه لطمه بزنن. در این زمینه به خصوص در این زمینه هنری خب رقابت توی سرزمین ها و کشورهای دیگه هم زیاده، میبینیم رقابت های ناسالم هم خیلی زیاده. خب این برای اینکه عرصه هنری عرصه خیلی گسترده‌ای نیست و کسانی که میتونن به درجات بالا برسن در یک کشوری و هنرمندی بشن که تمام دنیا بشناستشون یا تمام کشور بشناستشون تعدادی کمی هن، انگوش شمارن. اون گروهی که نمیتونن به اون مقام و پایه برسن خب مسلمه که ناراحتن و سعی میکنن که خودشون چون نمیتونن برسن اون هم اجازه ندن برسن. خب نگاهی داریم به بخشی از صحبت‌های فریدون فرخزاد که آخرین مصاحبه او در هامبورگ آلمان صورت گرفته و صحبت‌های بسیاری درباره‌اش هست. تغییر روش فکری فریدون فرخزاد رو ببینیم به خاطر تمایلی که به ایران پیدا کرده بود و برای رفتن به ایران و به هر حال مسائلی بود که در حاشیه زندگی او کاملا به چشم می‌خورده. با اجازه شما برمیگاه میکنیم و نظر خواهی میکنیم. بله. از شما منو خیلی علاقمندم ببینم. در چند سال گذشته فریدون فرخزاد در شهر بن در آلمان در آپارتمانی که متعلق به خود او بود زندگی میکرد و سه روز قبل از اینکه به قتل برسه در یک مصاحبه‌ای که با یک تلویزیون فارسی زبان در آلمان داشت مسائلی رو مطرح کرد و از مسائلی صحبت کرد که حاکی بر این بود که گویا فریدون فرخزاد می‌خواهد 180 درجه تغییر عقیده بده. بد نیست به گوشه‌ای از این مصاحبه نگاهی داشته باشیم. یک سلام به مردم هموطنمون که این برنامه رو میبینند و بعدم آغاز سخن. واقعا فرصت کوتاهی بود که من بتونم به هامبورگ بیام، فقط یک شب، و در این فاصله کوتاه گفتگویی که خانم رفیعی دختر یکی از همکاران قدیمی من و خواهر یکی از همکاران امروزی من که بعد توضیح میدم برجت با ایشون صحبتی داشته باشه. همکار قدیمی من آقای رفیعی بودن در سینمای گذشته ایران. امروز آقای رفیعی کجا هستند و چه میکنند من زیاد اطلاعی ندارم و اینقدر گرفتار مسائل خودم هستم و مسائل مربوط به کارهای شما و کارهای من و کشور و مغیروزاله که برجت دیگه فرصت نیست من بیام کندوکار بکنم که مردم امروز چگونه در کجا به سر میارند. ولی برادر خانم رفیعی نادر رفیعی هست که در امریکا به کار تلویزیون پرداخته و یکی از موفق‌ترین چهره‌های
تلویزیونی ایرانی در خارج از ایران است. خانم رفیعی ناگهان به این فکر افتادن که میشه یک تلویزیون رو در اروپا هم ساخت و پرداخت. کار بسیار مشکلی است. امسال 23 ساله که من در مقابل دوربین تلویزیون و در مقابل میکروفون رادیو کار میکنم. بهترین راه برای یک هنرمند اینه که اصولا آزاد، یک و دو، آزاده باشه. آزاد و آزاد بودن دلیل نیست که آدم حتما طرفدار یک حزب باشه و مخالفت به حزب بکنه. آزاد و آزاده بودن امروز میگم، امروز به نظر من بعد از تمام تجربیات این سالها این هستش که با علم و دانشی که در دانشگاه آموخته بودم، با تجربیاتی که در کشورم کسب کردم، با تجربیاتی که در این 8 ساله تبعید دست آوردم، این هست که انسان واقعا از دور به مسائل بی‌طرف نگاه بکنه و قضاوت بکنه که مسائل چگونه هستند. من شاید مدت‌ها این کار رو نکردم، شاید جوری دیگری قضاوت کردم، شاید جوری دیگری به مسائل نگاه کردم، ولی امروز که پیرتر هستم، تجربیات بسیار بیشتری دارم، میدونم چرا از سیاست صحبت میکنم، چرا از اقتصاد، چرا از هنر، برای اینکه خودم رو ورای مسائل میبینم. من اگر امروز هم امروز که با شما صحبت میکنم از من سوال سیاسی بکنی، دقیقاً به گونه دیگری جواب میدم تا دیروز. بله. یا پریروز، برای اینکه تجربیات دیگری دارم. بله. ای کاش مردم سیاسی ما یاد میگرفتن که همشون از عشق انسان به انسان صحبت میکردند و از تبادل نظر انسان با انسان و از بالاخره این که ما باید با هم زندگی بکنیم. هر فکری داریم، راهی نداریم، ما باید با هم زندگی بکنیم، نه برای خراب کردن وطنمون. ما به اندازه کافی کشورمون رو، خود من، همه ما کشورمون به اندازه کافی خراب کردیم. برای ساختن وطنمون باید با هم بنشینیم و با هم زندگی بکنیم. حالا کسی حاکمه، بقیه محکوم نیستن، بقیه مردم هستن. تا وقتی ما فکر کنیم یکی که حاکمه بقیه محکومن، این اشتباهه. یکی حاکمه، کشور داره میکنه، بقیه هم میسازن کشورشون رو. داره. مثل یه سر عمله و بقیه عمله، ولی نه یکی زندانبان یکی زندانی. اینا هم که در خارج هستن، خیلی هاشون این فکر رو میکنن که اگه ما برگردیم ما میشیم زندانبان. خب هیچ صحبتی من ندارم واسه این مسئله. من اولا وقتی که تغییر و تحول شد در ایران، شما وقتی میگین انقلاب، یه عده میگن که آقا نگو انقلاب. چی بگم؟ نه. چی بگم؟ بعضیت هر دگرگونی همون انقلابه. دقیقا. حالا شما از اسم انقلاب خوشتون نمیاد، خب نمیگم. وقتی دگرگونی شد در کشور ما، من به هیچ وجه حاضر نبودم که اون کشور رو ترک بکنم، به چندین دلیل. اولا هیچ فکر نمیکردم که نیازی این باشه که من از خانه برم بیرون، کسی کاری با من نداشت. بله. و من غیر از عشق به مردم کشورم چیز دیگری نداده بودم و هیچ کاری نمی کردم که دلیل این باشه که من باید برم. نمی خواستم برم. ولی در پس هر دگرگونی، این رو من امروز بهش فکر میکنم، ما یه موقع است که با تعصب فکر میکنیم. یه وزیر سابق، یه سیاستمدار سابق میتونه هم امروز هم با تعصب فکر بکنه. دقیقاً. من امروز دیگه با تعصب فکر نمی کنم. اگر دیروز با تعصب فکر می‌کردم، این تعصب رو من در خودم نداشتم. یه عده‌ای از اینهایی که سر کار اومدند، نمیگم همه‌شون، یک عده‌شون این تعصب رو در من نوعی به وجود آوردن که من راجع به خودم تعصب داشته باشم. بالاخره من یک آدم اون مملکت هستم. من ایرانی ام. من که پاکستانی، هندی، افغانی نیستم. من در اون چاره گمرک به دنیا اومدم. پس من یک حق و حقوقی دارم. داری. از نظر هر حکومتی. حکومت جمهوری اسلامی که سر کار اومد یک قانون اساسی نوشت. این قانون اساسی به من به عنوان یک انسان حق میداد به عنوان ایرانی مسلمان در ایران زندگی بکنم، کار بکنم. و ولی همه مردمی که بعد از این تغییر و تحول قدرت در دست داشتند، مثل قانون اساسی جدید خودشون هم فکر نمی کردن. بارها و بارها بود که بچه های مثلا 15-16 ساله می ریختن توی خونه من بدون هیچ دلیلی. خب این کارو من بازم با دلیل به شما میگم که این کار شده. شما گفتین تو همیشه با دلیل صحبت میکنیم. من با دلیل صحبت میکنم. حکومت جمهوری اسلامی چندین و چند بار در سالهای اول انقلاب اعلام کرد که هیچ کسی حق نداره بدون دلیل به خانه افراد بریزه، مردم رو بگیره یا خونه ها رو بگرده. پس این اتفاق میافتاد که حکومت اعلام میکرد. و حتی آقای
خمینی وقتی که زنده بودند خودشون رسما گفتن که هیچ کسی حق نداره، که هیچ پاسداری حتی حق نداره که بدون مجوز افراد رو مورد حمله و ستم بذاره. پس این اتفاق میافتاد، یعنی یه عده‌ای. اما امروز که من به عقب برمیگردم و فکر میکنم میبینم که خب بعضی تغییر و تحول وقتی هنوز نظمی در یک کشوری نیست و بی‌نظمی حاکم بر همه چیز، در بی‌نظمی همه چیز اتفاق میفته. بعد که این دوره از تجربه تمام شد، از ایران بیرون اومدم، همیشه روی صحنه میگفتم که شما میتونید به آقای خمینی هر چی میخواید بگین، یا خوب یا بد، برزد نظر آدما. یعنی آدمی که میگه من مرد سیاسی هستم باید خودشو در نظر عامه بذاره و هر نظری رو هم قبول بکنه، یکی موافقه یکی مخالفه. ژنرال دوگل همین بوده، آدناور همین بوده، هیتلر همین بوده، همه همین بودن. درسته. بنابراین من همیشه روی صحنه میگفتم که آقای خمینی، ولی دو چیز به من داد. اگر حکومت جمهوری اسلامی همه چیز از من در ابتدای کار همه چیز رو گرفت به دلیل واقعا ناآگاهی خیلی از این بچهای جوون اینا، ولی آقای خمینی من دو چیز داد. یکی به من یاد داد که ایران رو واقعا دوست داشته باشم، بشناسم و دوست داشته باشم. دو، به من این فرصت رو داد، چون همه چیزم رو از دست دادم، به من این فرصت رو داد که در خانه تنها بمونم و خودشناس باشم. من در زمان شاه انقدر کار میکردم که فرصت نداشتم راجع به خودم فکر کنم که من کیم. بالاخره شما این سوال کردین از کجا میای. من این رو بعد از انقلاب آموختم، انقدر تو خونه تنها نشستم که درونگرا شدم، به خودم پرداختم و شروع کردم به نوشتن اولین کتاب شعرم که متاسفانه در لس آنجلس چاپ شد. اون کتاب هم به نام من و آن من دیگر. بعد با این تجربه تنها موندن و به خود رسیدن، بالاخره از ایران آمدم بیرون و امروز که فکر میکنم به گذشته، باید به شما بگم که کاش نیامده بودم. واقعا کاش نیامده بودم. من میدونم در اونجا شغلی نداشتم. من میتونم به شما امروز بگم که شاید دردی که در این سالها در اونجا میکشیدم خیلی بیشتر بود از اون دردی که در اون 3 سال و 4 سال اول کشیدم. برای اینکه برعزت انسان میخواد کار بکنه، انسان میخواد سازنده باشه. دردم حتما این نیست که حکومت با آدم موافقه یا آدم با حکومت مخالفه، این نه، این نیست. درد اینی که آدم نتونه سازنده باشه، با آدم بگن که تو هیچ کاری نکن، تو بشین نگاه بکن، این که نمیشه. انسان میخواد موثر باشه در اجتماعش، قدم برداره. در طول این سالها اول که اومدم بیرون فکر کردم خب من باید یک جناح سیاسی بگیرم در مقابل حکومت جمهوری اسلامی، و رفتم دنبال یک جناح خاص سیاسی، چون دو جناح بیشتر نیست، یا سلطنت یا جمهوری. امروز که به تمام این سالها فکر میکنم میبینم که یک کمی درست عمل کردم، یک کمی اشتباه. درست از این نظر که برجر راه دیگه نبود، اشتباه از این نظر که امروز به عنوان یک مرد هنرمند کشور شما به خودم میگم که ما دنبال چی هستیم. انسان آزاده که میگه من آزاده هستم، انسان آزاده به دنبال چه چیزی است؟ به دنبال آزادی و دموکراسی و حقوق برای انسان و حیوان و گل و گیاه و پرنده و چرنده، یا اینکه دنبال یک حزب به خصوص؟ انسان آزاده دنبال یک حزب به خصوص نمیره. انسان آزاده دنبال یک شخص به خصوص هم نمیره. هر چقدر هم عاشق اون شخص باشه، هر چقدر هم بخواد اون شخص رو، فرق نمیکنه کی، هر کی، لنین، استالین. جالب بود برام خیلی، برای که این صحبت‌های فریدون فرخزاد هست که آخرین مسابقه او و چند روز قبل از به قطر رسیدنش، در واقع منیفستش هست دیگه. دقیقا همه به همه نکات هم اشاره میکنه، همطور که توی یکی از این پرسش و پاسخ ها با هم در موردش صحبت کردیم، ابراز پشیمونی میکنه از نظرهای قبلیش که داشته و به حدی رسیده که میگه من آزاده باید آزادی دیگران رو بخوام، دموکراسی چیز جز آزادگی چیزی نیست و دوست داشتن ایران. به این میرسه و بعد اشاره میکنه در جای دیگری که چقدر درون به درون خودش رفته و چقدر دچار یأس در واقع فلسفی شده بوده و چقدر فکر کرده که ببینه چگونه میتونه
این تمام این مسائلی که براش اتفاق افتاده توجیه بکنه برای خودش. اون چیزی که من خوندم و شنیدم در مورد فرخزاد این که در همون سالهای آخر زندگیش در آلمان که بوده در برلین، فکر میکنم بسیار افسرده بوده و افسردگیش در بسیار از اشعاری هم که اون موقع سروده هست اشاره میکنه. یعنی که توی اتاق، توی آپارتمان کوچیک، توی اتاق کوچکی همش به فکره و مشغول. من یکی از شعراش آوردم با خود، اگه وقت بشه میخونم، که حسشو و از نظر فکری، از نظر احساسی ببینیم و عاطفی ببینیم در کجا قرار داشته. که بیشترم اشاره هم که میکنه که دلم خواست تو ایران باشم، همه اینا رو که مثل یه پازل بغل هم بذاریم متوجه میشه که چگونه به خاطر این که از اون حضورش در اونجا ناراحت بوده و چگونه از غم دوری از مادرش، چگونه به خاطر برگشتن و دیدن مادر، اینا این در این دامی میفته که براش میگسترند و کشته میشه. و همه ای کسانی که اون سال آخر زندگیش باش دمخور بودن و دوستش بودن و در کنارش بودن میفهمیدن، متوجه افسردگی شدید او شده بودن. به نظر شما کسی که به این صورت از نظر طرز تفکر و منیفست فکری خودش تغییرگرا میشه در چنین مدتی، آیا میتونه انسان با ثباتی باشه آخر؟ نه آخه این من در این زمینه با شما مخالفم. یه طور دیگه هم همین اول برنامه این صحبتی کردیم. اولا مدت کوتاه نیست. مدتی که 27 ساله که فرخزاد کشته شده و در واقع میشه گفت 13 سال طول کشیده بعد از انقلاب، که از مدتی که در لس آنجلس سخنرانی هایی که میکرد و در شهرهای مختلف برمان هواداری است رژیم پهلوی و رژیم پادشاهی، همینطور که ویدیوش هستش، و به ناگهان به صورت 180 درجه به طرف دموکراسی فردی و اجتماعی میاد تکیه میکنه که هر کسی میتونه با هر ایدئولوژی که داره در یک جامعه زندگی بکنه و و و سوان. نه فکر نمیکنم که داریم تحلیل درستی میکنیم. در واقع باید سلسله مراتب اون چی که پیش اومده رو همه رو پشت سر هم بذاریم و با دیدن دو تا، مثلا فرض کنید دو تا تیکه فیلم، یکی از این زمانی که از زمان دیگه درآوردن، میدونید درآوردن یه چیزی از وسط یه گفتگوی یا گفتار طولانی هیچ وقت نقض غرض میکنه، برای که هیچ وقت حرف درست اون آدم رو نشون نمیده که از کجا شروع کرده به کجا رفته. ولی در این حال اگر که در دوره از زندگیش سلطنت طلب بوده یا پادشاهی خواه بوده یا رژیم پهلوی رو با توجه به آنچه که بعد از انقلاب داریم میبینه مقایسه میکنه و اون رژیم رو در اون رژیمی که عزت داشت و احترام داشت و مقام داشت و انسان مشهوری بود خودش زندگی خودش هم مقایسه بکنه، خب بعید نیستش که انسان غم غربت اون روزگاران رو داشته باشه. بعید نیستش که آدم فکر کنه که اگر اون دوره برگرده این زندگی بهتری خواهد داشت در زمان داره. ولی هیچ کدام از اینا رو ما الان تو این مدت کم این برنامه تلویزیونی و با داشتن چند تا کلیپ تلویزیونی نمیتونیم با هم تجزیه تحلیل کنیم. نه من متخصصم در این زمینه نه شما، ولی من فکر میکنم، بازم گفتم، جای جامعه شناس یا جای روانشناس در این بحث خالیه که اونها هم نقطه نظر خودشونو بدن. و کسی مثل میرزا آقا عسکری که واقعا چندین سال از زندگیشو گذاشته و این روزهای این مرد رو، نوشته هاش و کارهاش رو همه رو دنبال کرده، اونها قطعا بهتر میتونن این نحوه گذرش از یک ایدئولوژی رو به یه ایدئولوژی دیگر و یا نحوه من این برای چیز رو میکنم، این نظر رو میدم که پخته شدنش در طول این سالها در این کوره زندگی پس از انقلاب و انقلابی که دیده و 3-4 سالی که در ایران بوده، اذیت شده، زندان افتاده، بعد بیرون اومده، در غربت بوده، بیرون هم اذیتش کردن، در اروپا اذیتش کردن، در لندن اذیتش کردن، در لس آنجلس اذیتش کردن، همواره سر خورده همه اینا، میتونه از یه آدمی در این کوره انقدر گداخته بشه که به پختگی برسه. من اینو هیچ اصلا غیر قابل رویداد نمیبینم، یه چیز غیر محتمل نمیبینم.
میشه که آدمی در چنین، ولی نمیشه گفتش که یه شب امشب خوابید صبح بلند شد نظرش عوض شد، مثلا از اینی که یه آدم چپی بود شد یه آدم سلطنت طلب یا طرفدار رژیم پهلوی. نه، این یک شب اتفاق نیفتاده، یه دوره طولانی رو گذرونده و فراز و نشیب‌های زیادی در زندگیش بوده و دید که اونها رو با هم، همه رو با هم باید در کنار هم گذاشت. به نظر شما مانیفست فکری و فردی یک شخص در چه زمانی میتونه به تایید برسه؟ به تایید کی برسه؟ به تایید داستان واقعی زندگی خودش. در چه صورتی میتونه یک شخص مانیفست فکری خودش رو عنوان بکنه، بیان بکنه و نشون بده؟ اون چیزی که ما داریم میبینیم نمایش فکری و در اون لحظه، بله، در اون سال، در اون لحظه، در اون زمان. صحبت هایی که فریدون فرخزاد در آخرین مصاحبهش انجام میده به طرفداری از حکومتی اشاره نمی کنه، اما صرفا به این مسئله اعتقاد داره که آزادی فردی، دموکراسی در یک جامعه باید وجود داشته باشه و هر کسی با هر نوع توانایی فکری و عقیدتی میتونه در کنار یکدیگر جامعه رو بسازه. خب این مطلوب ترین نوع حکومتیه که من و شما هر چقدر کوشش بکنیم دلم میخواد اون حکومت باشه، دلم میخواد اون چنین رژیمی در یک کشوری باشه که دموکراسی باشه، در واقع تساهل باشه، رواداری باشه، پذیرش دیگری باشه، مردم در کنار هم زندگی کنن حتی با عقاید مختلف، ولی بتونن در کنار هم باشن و بعد یک دولتی، یک حکومتی، یک حالا توی مملکتی جمهوری، توی مملکتی پادشاهی، هرچی خواهان بهترین باشه برای ملت خودش و دموکراسی و آزادی رو برشون بذاره و انسانهای آزاده، چون خودش هم اشاره میکنه توی این صحبت، میگه نمیگم آزاد، میگم آزاده، یعنی آزاده باشن برای اینکه بپذیرن چیزهای عقاید مختلف رو و در کنار هم بتونن یه موزاییکی از عقاید مختلف رو به وجود بیارن که یک تابلوی زیبا رو درست کنه و این تابلوی زیبا دموکراسی. خب این نهایت خواسته هر آدم عاقلیست، هر آدم معقولیست که میخواد ببینه برای کشورش، برای مردمش، برای شهروندان اون کشور و برای خودش و اطرافیانش چی میخواد. این حرفی که در این آخرین مصاحبه فریدون فرخزاد به خواهر شما داره میگه به نظر من نهایتیست که پیش رسیده. حالا اگر که کشته نمیشد 27 سال دیگه زنده میموند، در این روزگاران، این جایی که الان بود چگونه فکر میکرد، طرفدار چه ایدئولوژی میشد، اینو من نمیتونم پیش بینی کنم، شما هم نمیتونید پیش بینی کنید، برای که انسان‌ها قابل تغییرن، انسان‌ها قابل رشد هستن، هرچی می‌گذره انسان اطلاعات بیشتری رو پیدا می‌کنه، آگاهی بیشتری رو پیدا می‌کنه، ممکنه یه روزی طرفدار یه رژیمی بوده که 10 سال بعدش ممکن طرفدارش نباشه. این هیچ بعید نیست. شما نمیتونی یه آدم رو مثل یک مجسمه بسازی و فکر کنی در تمام طول زندگیش چون یه روزی گفته اینم باید همون باشه. نه، من مخالفم. نه، من فقط موافق یا مخالفتی نکردم. نه، میگم با این نقطه نظر که ولی خواستم اینو به نحوی مطرح بکنم برای شما. برای 5 دقیقه میتونیم بار دیگر بخش دیگر از صحبت‌های فریدون فرخزاد رو که درست چند روز قبل از اینکه به قتل برسه در این مصاحبه شرکت کرده و با هم دیگه نگاه کنیم. سعدی میگه که البته اشتباه میگه ولی میگه وطن آنجاست کازاری نباشد، کسی را با کسی کاری نباشد. ولی بعد شما وقتی میاد از ایران بیرون، این دوران بعدی تجربه من هست که آمدم بیرون بی علاقه، آمدم بیرون هیچ چند پول نداشتم، برعکس خیلی ها که با ثروت آمدن، ثروت ها آوردند، هیچی نداشتم. در ترکیه واقعا به روزگار بسیار بدی افتادم، بعد آمدم به فرانسه و در اونجا شروع کردم به آواز خوندن و کار کردن و زندگی کردن و در طول تمام این سالها کار کردم، زندگی کردم و به خیلی ها کمک کردم. در طول این سالها اول که آمدم بیرون فکر کردم خب من باید یک جناح سیاسی بگیرم در مقابل حکومت جمهوری اسلامی و رفتم دنبال یک جناح خاص سیاسی، چون دو جناح بیشتر نیست، یا سلطنت یا جمهوری. امروز که به تمام این سالها فکر میکنم میبینم که یک کمی درست عمل کردم، یک کمی اشتباه. درست از این نظر که برجر راه دیگه نبود، اشتباه از این نظر که امروز
به عنوان یک مرد هنرمند کشور شما به خودم میگم که ما دنبال چی هستیم؟ انسان آزاده که میگه من آزاد، من میگم من آزاده هستم. انسان آزاده به دنبال چه چیزی است؟ به دنبال آزادی و دموکراسی و حقوق برای انسان و حیوان و گل و گیاه و پرنده و چرنده، یا اینکه دنبال یک حزب به خصوص. انسان آزاده دنبال یک حزب به خصوص نمیره. دنبال انسان آزاده دنبال یک شخص به خصوص هم نمیره. هر چقدر هم عاشق اون شخص باشه، هر چقدر هم بخواد اون شخصو، فرق نمیکنه کی، هر کی، لنین، استالین، ماو تسه‌تونگ، هر کی، فرق نمیکنه. شما نباید نظریات بقیه مردم به عنوان هنرمند، نه، انسان آدم میتونه، آدم آزاده. اینجا یک اشتباه کردم، هنرمند نباید این کارو کنه. هنرمند باید برای یک چیز قدم برداره، برای که مردم به آزادی برسن، مردم آزاده باشن، و مردمی که آزاده هستن خودشون. صحبت هایی از فریدون فرخزاد در رابطه با نحوه خواسته و ایدئولوژی برها سیاسی و شاید اجتماعی خودش که به این صورت عمل میکنه و ابراز میکنه. بار دیگر نگاهی داریم به بخش دیگری از صحبت‌های فریدون فرخزاد که به هر حال سعی شده که این برنامه بدون سانسور باشه، بدون هیچ گونه به اصطلاح ادیتی بخوایم ما چیزی رو عقب جلو بکنیم. و امروز زمان هم فرا رسیده خانم ماسرشا بعد از 27 سال بتونیم در این راستا واقعیت‌ها رو بگیم، و مطمئن هستیم که چه اتفاقی افتاده. شکی نیست که فریدون فرخزاد توسط مامورین و مزدوران جمهوری اسلامی به قتل رسیده، و به هر حال اون چیزی که هست واقعیت امری است که همه بهش اعتقاد دارن و شاهد هستن و مطمئن هستن. به بخش دیگری با هم دیگه نگاه میکنیم. من فقط میخوام یک انسان باشم که با مردم کشورم صادق هستم، مردم رو دوست دارم، و شما بدونید که مردم این رو میفهمن. و فرق بین اون کسایی که مجله چاپ میکنن و نمیدونم تلویزیون رو میندازن و این دروغا رو به خورد مردم میدن، و مردم معمولی که حالا از ترس جونشون، از ناراحتی زندگیشون، از هر چی به خارج اومدن، خیلی فرق بزرگی. من گفتم اول کار شما، گفتم هرگز حاضر نبودم کشورم رو ترک بکنم، و بیشتر از هر چیزی هم در طول تمام این سالها عاشق کشورم بودم. برام هیچ وقت هیچ شخص دیگه مهم نیست، هیچ حزب مهم نیست، هیچ دست مهم نیست. برام ایران مهمه، برام آزادی و آبادی ایران مهمه، برام رفاه مردم ایران مهمه، برام یک اقتصاد سالم در ایران مهمه، و یک سیاستی که قابل تحمل باشه برای انسان. ولی من یک انسان کوچک هستم، باور کنید من خیلی افتاده تر و خجالتی تر از اون چیزی هستم که شما که مردم من در کارم ممکنه گشاد دست و گشاد رو باشم، خیلی شجاع باشم، ولی مردم ایران متاسفانه شجاعت رو، مردم نه، بعضی از مردم شجاعت رو با پررویی، با وقاحت، معنای وقیح یک معنی است، معنی شجاع و دلیر یک معنای دیگری است. من در کارم شجاع و دلیر هستم، ولی آدم بسیار خجالتی و آدم بسیار افتاده هستم، و خودم رو واقعا در مقابل اون دریای هنر و فرهنگ قدیمی ایران، برید از باربد و نکیسا تا به ابو علی سینا، تا به مولوی، تا به سعدی، تا به حافظ، تا به میرزاده عشقی، ملک و شعرهای باها، تا به امروز فروغ، سهراب سپهری برسید، من خودم بودم مقابل این دریا، بعد موسیقی، بنان، قمر، مرضیه، دلکش، خودم رو هیچ میبینم. ولی باز هم از این شکست نفسی های ابلهانه شرقی نمی کنم که اختیار داریم من هیچی نیستم، نه خیر، من یک انسان هستم، یک انسان آزاد اندیش هستم، آزاده فکر می کنم و آرزو می کنم امروز که پلی شما نیستم، آرزو می کنم بتونم به کشورم برگردم، برای مردم ایران قدم بردارم، سازنده باشم در ایران، یک آجر گفتم، یک آجر روی آجر بگذارم، یک درخت بکارم، یک نهال بارور بکنم، یک کتاب بنویسم. مگر همیشه باید من یک شو اجرا بکنم یا یک آواز بخونم؟ انسان در حال تغییر، کرم ابریشم پرنده میشه، از اون پیله میاد بیرون پرواز میکنه. چطور میخواین یه آدم همیشه یه جا بمونه و بپوسه، همیشه اونی باشه که دیروز بوده؟ و با آدم عوض میشه. دقیقاً درسته. آدم تغییر میکنه، تکامل پیدا میکنه، از کرم بیشتر. یک مثال برای شما قبلا زدم، گفتم خواهر من فروغ در یک شعری میگوید و سوسک، آه وقتی که سوسک سخن میگوید چرا توقف کنم. آدناور نخست وزیر اسبق آلمان غربی میگوید که بالا نرفتن از این نه کرم ابریشم پروانه میشه.
خودش هم گفته که میتونه بشه. نظر شما در 30 ثانیه آن چیزی که امروز از طریق این تصاویر دیدید و اطلاعاتی که قبلا کسب کردید و از نزدیک با فریدون فرخزاد آشنایی داشتید چیست؟ غمگین‌تر شدم. در واقع غمگین‌تر شدم برای بخشایی از مصاحبه‌ای که با خواهر شما کرده بودن و ندیده بودم، چون هیچ جا پخش نشده. اولین بار بود که داریم پخش بود. نهایت اینی که واقعا غمی که در وجودش بود و میتونه به شما منتقل بکنه و عشقش به این که برگرده به ایران، عشقش به برای دیدن مادرش که خب متاسفانه اتفاق نیفتاد دیگه، میگید که سه روز بعد از اونم کشتنش. درست داره میگه که چه برنامه‌ای در سرش داره، چه آرزویی در دلش داره که خب هیچ کدوم از اینا به نتیجه نمیرسه. سپاسگزار از سرکار خانم هما سرشار، ژورنالیست، تحلیلگر و مفسر، در رابطه با وقتی که گذاشتم برای نگاهی دوباره به زندگی فریدون فرخزاد. میخواید این شعر رو بخونم براتون؟ چه خطه؟ خواهش میکنم. میگه یک باغ نشسته است بیدار در گوشه این اتاق تاریک، از غیر کشیده رنج بسیار، از دوست ندیده جز مذلت. انبوه کسالت است و دیوار در ریشه هر گیاه سبزش، خوشید نمی شود پدیدار در بام بلند ابرهایش. در فاصله نگاه و دیدار هر ثانیهش 1000 سال است، در خیش خزیدم 200 بار این باغ منم که خسته از خیش. عشق است که می کند گرفتار، عشق است که می دهد خزان. بابو برای فریدون فرخزاد روحش شاد، پایان رو برقرار باشید، امید روزهای بهتر و آینده روشن. خدا نگهدار.